میریم سراغ با تشکر آقای ر... رئیس و اعضای کمیته برای این فرصت این یک مهم... موضوع بسیار مهمی است که نیازمند یک بحث کاملی است و من امیدوارم که اینجا نشون بدم که این توافق به نفع امنیت ملی همه هست این توافق میدونیم که ما مهمترین تحریم ها رو علیه ایران تونستیم وضع و اعمال بکنیم دست اونها را از بازارهای جهانی کوتاه کردیم امروز اقتصاد ایران 20 درصد کوچکتر از آن است هست که می توانست باشه ایالات متحده دولت اون در پیشروی با دو دولت و کمک هر دو حزب کنگره پیشرو بود در وضع تحریم ها و نهایتا این تحریم ها بود که پس از سالها خطا و سرپیچی و تخطی بالاخره سر میز مذاکره اومد توافق نظر بین المللی در این زمینه هم بسیار حیاتی بود تمامی این کشورهای مذاکره کنند همه نقش عمده ای بازی کردن پس از آن ما دیدیم که تحریم های متعددی علیه اونها چه یک جانبه چه در سازمان ملل وز و اعمال شده هدف عمدتا همیشه این بود که رفتار ایران عوض بشه و در البته همیشه هم این امکان وجود داشت که این تحریم ها لغو بشه در صورت که ایران با خواسته جامعه بین المللی عمل بکنه ما خواستیم که این توانه گریز هسته ایران از کمتر از دو سه ماه به یک سال بست داده بشه فعلا باید بگیم که هیچ تغییری در هیچ که از تحریم های سازمان و ملل اتحادیه اروپا و آمریکا ایجاد نخواهد شد فقط تحریم ها به صورت تدریجی در صورتی که ایران به توافق به مراحل متعدد توافق عمل کنه کاهش خواهد یافت البته خب ما میدونیم که این هم در در نظر گرفتیم که ممکنه ایران موارد رو نقض بکنه و به تعهد خود عمل نکنه بنابراین از این روز که ما یک سری تدابیر رو اتخاذ کردیم تا بتوانیم به طور آنی بدون حتی رأیگیری در شورای امنیت سازمان ملل این تحریم ها رو مجددا وضع و اعمال بکنیم همانطور که قرار هستش که ما به تدریج تحریم ها رو علیه ایران کاهش بکنیم باز با وجود این کلیه بسیاری از تحریم ها مانند تجارت تحریم تجاری با ایران حفظ خواهد شد ایران کماکان دسترسی به بزرگترین بازار آمریکا جهان نخواهد داشت در این حال تحریم های ما در مورد فعالیت های تروریستی ایران در حمایت از حزب الله و رژیم اسد در سوریه و همینطور در رابطه با نقض تحریم حقوق بشر در خود ایران کماکان به قوت خود با. خواهند موند ما تحریم ها علیه سپاه پاسداران، سپاه قدس و هیچ یک از شرکت ها یه جانبی و مقامات ارشد اونها رو لغ نخواهیم کرد. مبالغی که از طریق کاهش تحریم ها به دست ایران به خواهد رسید میدونم که موجب نگرانی بسیاری شده و ما الان میدونیم که چرا باید جلوی ایران را گرفت که تا به هیچ عنوان در هیچ زمانی دست به ات... تسلیحات اتمی دست پیدا نکنه اگر ما نتونیم هر دو مورد رو در یک زمان هم زمان با هم حل بکنیم این توافق میتونه کمکی در این زمینه باشه اگر توافق رو ما رد بکنیم و اجرا نکنیم دوره که ایران میتونه به سمت سلاح اتمی حرکت بکنه و آن رو تولید بکنه به طور قابل توجهی کاهش پیدا میکنه یک میلیارد دلار ایران که الان مسدود شده این یکی از در واقع پسنداز بلند مدت ایران بوده و نه بودجه ای اون ایران فقط میتونه حدود نیمی از این منابع یا 50 میلیارد دلار اون رو به اون دسترسی پیدا کنه زیرا که 20 میلیارد دلار اون به چین در واقع قول داده شده بنابراین نمیتونه اون هزینه بکنه و پس از آن در رابطه مقادیر قراره در رابطه با بخش انرژی و بانکداری ایران هزینه بشه در ایران باید بخشی از این پول رو باید کنار بگذاره برای بدهیهای خود از طرف دیگه رئیس جمهوری ایران آقای روحانی با قول بهبود اقتصاد کشور انتخاب شد و در نتیجه باید به قول خود عمل بکنه الان نیاز سرمایه گذاری در ایران بسیار زیاده ایران الان در یک گودال بسیار عمیق اقتصادی افتاده بنابراین ما کاملا فعالیت های ایران برای حمایت از حزب و استفاده منابع مالی اون برای حمایت از گروه های تروریست دنبال خواهیم کرد در این بین کشورهای متحد ما در خلیج فارس نیز ما را کمک خواهند کرد اگر باور بکنیم که ما حتی تحریم بیشتری اعمال می کردیم و ممکن بود که اونجوری بیشتر ایران رو در واقع دور بکنیم از دستیابی به تسلیحات اتمی این اشتباهه اگر ما الان این شروطی رو که ثبت کردیم تغییر بدیم و تمامی اون فعالیت های سوال برانگیز ایران رو بخوایم مورد هدف قرار بدیم اصلا همه چیز به هم میخوره غیر منطقی و غیر واقعی که فکر کنیم که تحریم های بیشتر میتونست باعث بشه که ایران به طور کامل به زانو در بیاد و اینکه نمیتونستیم ضمنا انتظار داشته باشیم که شرکای های بین المللی هم با ما همراه باشند برنامه جامع اقدام مشترک با کاهش تدریجی تحریم ها توعم با و مطابق با عمل ایران به تعهد خود امیدواریم که و انتظار داریم که تمامی راه های ایران به تولید سلاح هسته ای رو ببنده و در از این رو اینجا هستش که تهدید ایران به جهان kann ich oh. oft